سفید و خاکستری برای بازنشستگی آمادند. این دو نهنگ سفید حالا چمدان خود را برای آخرین سفرشان می‌بندند. خانه جدید آنها ایسلند است. این استخر کوچک ایستگاه پایانی آنهاست که در آن آخرین آموزش‌های لازم را می‌بینند. سفید و خاکستری از اینجا به آب‌های محافظت شده در سواحل جنوب ایسلند فرستاده می‌شوند. این دو نهنگ سفید قرار بود تابستان گذشته در آب‌های ایسلند رها شوند، اما به دلیل هوای نامناسب سفرشان به تعویق افتاد. حالا این دو آخرین سفرشان را در جوان بعد از حدود 10,000 کیلومتر سفر زمینی، آبی و هوایی به پایان می‌رسانند. این دو نهنگ سفید بیش از 10 سال پیش در آب‌های روسیه شکار شده و به آکواریوم چانگ فنگ در شانگهای فروخته شدند. مأموریت جابجایی نهنگ‌ها وقتی آغاز شد که شرکت معروف بریتانیایی مرلین انترتینمنت این آکواریوم را خریداری کرد. این شرکت برای نجات این نهنگ‌ها با مؤسسه سی لایف تراست همکاری کرد. خانه جدید سفید و خاکستری کوچک آب‌های محافظت شده‌ای به مساحت 32,000 متر مربع در خلیج کلتسویک است. دسترسی به این منطقه تنها با قایق‌های مخصوص تماشای نهنگ ممکن است. ما در تلاشیم که نهنگ‌های سفید دیگری هم که در آکواریوم‌ها نگهداری میشن شناسایی کنیم. اونها رو هم پیش سفید و خاکستری به آب‌های محافظت شده ایسلند میبریم. الان بیش از 300 نهنگ سفید در دنیا توی آکواریوم‌ها هستن. ما امیدواریم با این کارمون آینده بهتری براشون بسازیم و نشون بدیم که میشه این موجودات رو به محیط‌های طبیعی‌تر برد. نهنگ سفید یا همان بلوگا ویل بومی اقیانوس شمالی است. به گفته اتحادیه بین المللی محافظ حیات وحش برآورد می شود حدود 135,000 نهنگ سفید بالغ در آبهای قطب شمال زندگی کنند. رها کردن سفید و خاکستری کوچک قدمی است برای مقابله با زندانی کردن نهنگ ها و دلفین ها. با وجود این جابجایی مردم همچنان می توانند به دیدن سفید و خاکستری بیایند. آژانس های توریستی این منطقه از ایسلند از همین حالا مشغول به جذب توریست هستند. اینجا یه جزیره کوچیکه و ما امیدواریم با این کار توریستای بیشتری جذب کنیم. ما اینجا آتشفشان و طبیعت زیبایی داریم و فکر می‌کنیم اومدن نهنگ‌ها فرصت مناسبیه. فوق‌العاده است. اولین باره که در دنیا همچین کاری انجام میشه و ما خوشحالیم که تونستیم سهمی داشته باشیم. برآورد می شود بیش از 3,000 دلفین، نهنگ سفید و دیگر آبزیان بزرگ سراسر دنیا در آکواریوم ها زندانی هستند. حامیان حیوانات امیدوارند با ساخت مکان هایی مانند آبهای محافظت شده ایسلند جلوی سوء استفاده از این آبزیان را بگیرند و آنها را به زیستگاه طبیعیشان نزدیک تر کنند.